سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. ما در ادامه این سفرمون به سنگاپور اومدیم به یه محله شاید نسبتاً قدیمی، چایناتاون البته، و میخوام یه تمپل رو ببینیم. امروز ما صبح رفتیم سنتوزا آیلند، همه جاهایی که میشد ببینیم رو دیدیم و حالا اومدیم این محله قدیمی رو یه نگاهی بهش بندازیم، ببینیم چی میگه چی نمیگه، حرف حسابش چیه، و بعدش میخوایم بریم اون تمپل رو ببینیم. منم تازه متوجه شدم که میگم باز به اتفاق، اگر ویدیوهای من دنبال کرده باشی من خیلی روی این موضوع صحبت کردم، هتلی که ما درش مستقر هستیم جاش خیلی خوبه، به همه جا دسترسی داره و به همه جاهای اصلی نزدیک هست و این هم خیلی کمک میکنه به این که ما بتونیم همه جاهای خوب سنگاپور رو ببینیم. البته کشور خیلی بزرگ نیست و شما میتونین خیلی با حوصله جاهای مختلف رو ببینین. از دیدنش لذت ببرید. هوا امروز خیلی گرمتر از دیروز هست. دیروز مقداری هوا ابری بود و یه کوچولو باعث میشد هوا دلپذیرتر باشه، هرچند که دمش خیلی بالاتر بود. امروز هوا نسبتاً آفتابی هست و گرما خیلی بیشتره، به طوری که من تو یونیورسال استادیو داشتم قدم میزدم و معمولا خیلی با اینکه توی صفی باید وایسم توی مثلا بازی ها رو انجام بدم مشکلی ندارم، ولی واقعا امروز دیگه طاقتم طاق شده، برای همین یه سری بازی هایی که خیلی البته مهم نبودن ولی دوست داشتم برم و دیگه لغو کردم. خب اینجا محله چایناتاون هست، تقریبا در مرکز شهر و روزی یک شنبه دهم جون سال 2018 و امروز به مراتب جمعیت خیلی بیشتر هست، هم سنتوزا آیلند هم یونیورسال استادیوز که خوب مشخصن و هم اینجا جمعیت بیشتر هست و خب من دوست دارم که جمعیتی که زندگی میکنن داخل در سنگاپور رو ببینم. خیلی بنای قدیمی و جالبی هست، من گفتم از اینجا بیام به شما نشون بدم که ما کجاییم. طب غذایی سنگاپور به مراتب از ژاپن سالم‌تر، ژاپن واقعا غذاها خیلی سنگین و چرب و توی خوراکی‌های شیرینی خیلی شیرین بود و طبع مردم خیلی طبع عجیب و غریب خوشمزه و طعم‌پسندی بود، واسه همین غذا خیلی سنگین می‌شد مثل غذاهای خودمون، ولی سنگاپور به مراتب غذاها به نظرم سبکتر و بهتر آماده میشن. خب ما داریم داخل این کوچه باریک و خوشگل و قدیمی قدم میزنیم، میخواییم برسیم به تمپل. اسم تمپلش خیلی سخته، من هر چقدر که تمرین کردم که بگم اسمشو نتونستم، ولی امیدوارم که احتمالا در ورودیش اسمش هست و ازش فیلم خواهم گرفت. درست مثل بازارهایی که
اطراف اماکن مقدس کشور خودمون تنگ و باریک و همیشه پر از جمعیت هست، این گونه بازارها در کنار تمپل های مقدس هم توی ژاپن و هم اینجا هم برپا هست و این هم شاید نمیدونم جزء خاصیت اماکن مقدس باشه. بالاخره همیشه مردم دوست دارن بیان و تماشا کنن و از نزدیک ببینن، از بنابراین برپایی چنین بازارهایی قاعدتا توجیه اقتصادی هم خواهد داشت. هوا بسیار گرمه، من مجبورم بارها این رو ذکر بکنم که هوا بسیار گرمه. خب ما همچنان داریم میریم. تا برسیم به تمپل مورد نظر که در انتهای این کوچه قرار گرفت. مشخصا اینجا نمادهای چینی، فرهنگ چینی به وفور پیدا میشه چون اینجا چاینا تاون هست. ما رسیدیم این تمپل خوشگل، متاسفانه بسته است ظاهرن و به دلایلی شاید مراسمی در حال انجام هست هرچی. خب این هم از شانس ما. به هر حال ما به سفرمون ادامه میدیم، الان در چایناتاون هستیم در مرکز شهر و حالا ببینیم جای دیگه کجا هست که بتونیم بریم. مرسی از توجهتون.
ادامه چاینا تاون گردی یه تمپل دیگر رو پیدا کردیم که ظاهراً باز هست و میتونیم بریم ببینیم داخلش رو. باید برم ببینم که اسمش چی هست. واقعاً اینجا میشه ترکیب شاید المان‌های قدیمی و سنتی رو با معماری نوین خوبی مشاهده کرد. و سنگاپور به شدت در حال تغییر هست و این موجی هستش که هنوز به پایان نرسیده. ساخت و سازهای بسیاری در حال انجام هست و به نظرم سنگاپور قصد این رو داره که به یه قطب خیلی خوب در دنیا تبدیل بشه. به لحاظ جغرافیایی بسیار کشور حائز اهمیتی هست و فکر میکنم که نیتشون هست که به لحاظ اقتصادی هم این اهمیت بیشتر و بیشتر بشه. حالا من نمیدونم اجازه فیلم برداری هست یا نه، میپرسم. اگر اجازه فیلم برداری بود حتما براتون فیلم خواهم کرد. خب ما اومدیم داخل این تمپل خوشگل، هم یه هوایی عوض کنیم، هم یه ویدئویی بگیریم، هم یه تماشایی بکنیم. Thank you.